سخت خبر خوب. ما رنگ قرمز و نارنجی و زرد و سبز و اینا نداریم، کل کشور رو قرمز و در حال هشدار تلقی میکنیم. بحران شیوع کرونا در ایران، معاون وزیر بهداشت میگوید وضعیت در برخی استانها شبه انفجاری است. گلباران مزار نوید افکاری، گروهی از اهالی روستای سنگر در استان فارس در هفتمین روز پس از اعدام مراسم یادبود او را برگزار کردند. به نتیجه رسیدن کارزار نامم کجاست در افغانستان پس از 3 سال، به دستور اشرف غنی نام مادر به شناسنامه شهروندان افزوده می شود. از آمریکا تا آمازون و از تالاب‌های پانتانال تا زاگرس در ایران، جنگل‌ها در آتش می سوزند. سلام بر شما، عصر بخیر. به این مجموعه خبری از بی بی سی در لندن خوش آمدید. من علی همدانی هستم. آمار رسمی وزارت بهداشت در ایران نشان از افزایش موارد ابتلا به کرونا در این کشور دارد. بر اساس این آمار در 24 ساعت گذشته 144 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند، در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید باز شدن مدارس در افزایش آمار تاثیر نداشته. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته یکی از دلایل افزایش موارد ابتلا در این استان بازگشایی مدارس و ایجاد فعالیت‌های جدید مشاغل آموزشی است. این گزارش فرین ناظمی. وخیم‌تر شدن وضعیت کرونا در ایران. شیوع کرونا در همه استان‌ها بالا گرفته. دیگه ما رنگ قرمز و نارنجی و زرد و سبز و اینا نداریم. کل کشور رو قرمز و در حال هشدار تلقی می‌کنیم. وضعیت در تهران هم نگران کننده است. در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلایانی که در بیمارستان‌های شهر تهران بستری شدند بالغ بر 720 بیمار جدید کرونایی بوده که 147 نفر از مجموع این بیماران در بخش مراقبت ویژه بستری شدند. به نظر می‌رسد که موج سوم در تهران شکل گرفته. با این حال امروز نماز جمعه در شهر تهران و شهرستان‌های مختلف این استان برگزار شد. اما دلیل افزایش موارد ابتلا در تهران چه بوده؟ مجموعه کسانی که از حمل و نقل عمومی تهران در حال استفاده هستند به نظر می‌رسه که نسبت به هفته قبل رو به افزایش است. طبیعتاً بار بخشی از این بار مراجعات رو باید به بازگشایی مدارس، به ایجاد فعالیت‌های جدید مشاغل آموزشی و بخشیش هم بالاخره به بحث تعلیق 1/3 در واقع ترخیص کارکنان نسبت بده. برگزاری مراسم عزاداری محرم و باز شدن مدارس نگرانی‌های زیادی به دنبال داشته و بر آمار مبتلایان افزوده. دولت اما تقصیر را به گردن سفرهای تابستانی انداخته. اما این پزشک در بیمارستان مسیح دانشوری که یکی از بیمارستان‌های پذیرش بیماران مبتلا به کرونا در تهران است، از مراجعه دانش آموزان و معلمان با علائم کرونا خبر داده. به طوری که ما 21/6 مراجعه کنندمون 68 نفر بوده به اورژانس کرونا. دیشب به من الان گفتن که 200 نفر مراجعه کننده بوده به اورژانس کرونا. الان شما تشریف ببرید بالا دم اورژانس کرونا، میبینید مردم صف کشیدن برای در واقع ویزیت و معاینه. دور از ذهن نبود. ببینید شما وقتی که اون 3 روز تعطیلی بود، مسافرت جاده ها اونجوری شروع شد و بعد مردم رعایت نکردن نکات رو، مدارس باز شد متاسفانه، دانشگاه باز شد، خب معلوم بود همین اتفاق میفته. شما افراد ببرید بذارید تو محیط، ما به کرات تو این چند روز افراد معلم داریم، دانش آموز داریم، این کرونا داره. شما اینا رو میبرید تو کلاس، خب بقیه هم میگیرن و این بیماری پخش خواهد شد. حسن روحانی اما گفته هنوز آمار دقیقی از ابتلا در محیط‌های آموزشی وجود ندارد و اخبار منتشر شده در این باره گمانه‌زنی است و از مردم خواسته به سفر نروند. وزارت بهداشت میگوید در 24 ساعت گذشته 2815 نفر بیمار جدید شناسایی شدند. در همین زمان 144 نفر هم بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. اسنادی که درباره مبتلایان به کرونا به دست بی بی سی فارسی رسیده نشان می‌دهد اختلاف قابل توجهی در آمار رسمی وزارت بهداشت و آمار واقعی وجود دارد. فرین عاصمی، بی بی سی.
اجازه بدید که با محمد رضا عطاری صحبت بکنیم، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن که از همین شهر در آمریکا با ماست. آقای دکتر، مقامات در ایران اصرار به بازگشایی ها داشتن، با رعایت آن چک پروتکل یا ضوابط بهداشتی می‌خوندن، با همین پروتکل های بهداشتی مشاغل رو باز کردن، مراسم محرم رو برگزار کردن، مدارس رو باز کردن. نتیجه این است که امروز دیدیم، چاره چیه؟ خب اولا اینکه پروتکل هایی که اینها خودشون نوشتن، پروتکل ها به هیچ عنوان منطبق با موازین علمی نبوده و حتی نظارت بر اجراش هم در طی مدت گذشته اصلا اون نظارت کافی انجام نشده و رها شده به حال خودش. در نتیجه مردم هم به هیچ عنوان اون رعایتی که باید انجام بشه رو انجام ندادن و نهایتا به اینجا رسیدیم. الان در این وضعیت انفجاری که بیشتر میشه گفت سونامی کرونا تا موج سوم، و این شواهدش هم این هست که طی 48 ساعت گذشته به یک باره تمامی تخت‌های ICU اشغال شدن. این اصلا از ابتدا تا الان اتفاق نیفتاده و راه حل این هست که یک اقدام ضربتی و فوری انجام بشه. در غیر این صورت ما هزاران نفر از هموطنانمون رو از دست خواهیم داد. در واقع مسئولین خودشون واقف هستن به این امر و خودشون رو محافظت میکنن، به هیچ عنوان در مجامع عمومی حاضر نمیشن و حتی همه کارها رو آنلاین انجام میدن، اما بچه های ما رو میفرستن به میدون. آقای دکتر، ولی چرا اینقدر آمار مرگ و میر بالاست در مقایسه با تعداد افرادی که مبتلا میشن؟ مثال بزنم، در بریتانیا هم به هر حال موج تازه آغاز شده، هزاران نفر مبتلا شدن، اما شمار مرگ و میر بسیار پایین هست، دو رقمی هست، 15 نفر، 10 نفر، 9 نفر. در ایران دیشب آنطور که آمار رسمی میگه 144 نفر جان باختن، دلیل چیه؟ خب چند تا عامل وجود داره. یکی این که آمار غیر واقعی هست، یعنی ما تعداد افراد مبتلا خیلی خیلی بیشتر از اون چه هست که الان داره اعلام میشه، پس در نتیجه مرگ و میر و مراجعه به بیمارستان ها هم بیشتر هست. نکته دیگه این هست که کشورهای دیگه در طی این چند ماه گذشته خودشون رو آماده کردن، تجهیزاتشون افزایش دادن، پرسنلشون بیشتر آموزش دیدن و آمادگی پیدا کردن. اما در ایران درسته که پرسنل ما بسیار ورزیده هستند و واقعا دارن از جان گذشتگی میکنن، اما تجهیزات بیمارستانی نه تنها افزوده نشده بلکه در طی مدت به علت فرسودگی کاهش پیدا کرده و چیزی بهش اضافه نشده و اینها میتونه دلایلی باشه برای اینکه میزان مرگ و میر در ایران بیشتر از کشورهای دیگه هست. سپاسگزارم دکتر محمد رضا عطاری که از جورج واشنگتن به ما صحبت میکرد. دقیقاً یک ماه دیگر تحریم‌های تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه 2231 سازمان ملل پایان می‌یابد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در کاخ سفید می‌گوید دونالد ترامپ با صدور یک دستور اجرایی دولت آمریکا را موظف خواهد کرد که شرکت‌ها و افرادی که به ایران سلاح بفروشند یا از ایران سلاح بخرند را تحریم کند. آمریکا برای بازگرداندن این تحریم‌ها با مخالفت شدید 13 عضو از 15 عضو شورای امنیت مواجه شده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند در پی فعال شدن مکانیزم ماشه از فردا شب همه تحریم‌های سازمان ملل از جمله تحریم‌های تسلیحاتی دوباره اجرایی می‌شوند. کشورهای اروپایی، چین و روسیه می‌گویند چنین نیست. اجازه بدید که با همکارم بهمن کلباسی صحبت بکنیم. بهمن، این فرمان اجرایی در حالی که همونطور که گفتم اعضای شورای امنیت میگن تحریم‌ها بر نخواهد گشت، چقدر میتونه مؤثر باشه؟ به نظر میاد بیشتر ارزش نمادین داره، به خاطر اینکه حتی وقتی که یک ماه دیگه تحریم‌های تسلیحاتی از دید اکثریت اعضای شورای امنیت پایان پیدا بکنه، این به این معنا نیست که اروپایی‌ها برای مثال به ایران سلاح بفروشن، چون اونا خودشون قوانینی رو دارن که ممنوع میکنه فروش سلاح رو به ایران، قوانین داخلی خود اتحادیه اروپا. تنها کشورهایی که ممکن است وارد گفتگو بشن، اون هم نه به سرعت، با ایران برای خرید یا فروش سلاح عمدتاً چین و روسیه هستند و اونها هم میدونیم که بسیاری از شرکت‌های چینی بارها تحریم شدن از سوی آمریکا و شرکت‌هایی که وارد معامله سلاح هم بشن الزاماً نگران تحریم آمریکا نیستن، چون رابطه با بازار آمریکا ندارن. در نتیجه انتظار نمیره که این فرمان اجرایی که آقای ترامپ
امضا میکنه تأثیری روی توافقی یا معامله تسلیحاتی که ایران در آینده ممکنه با چین و روسیه داشته باشه بذاره، ولی ممکنه که در داخل آمریکا بخوان نشون بدن که آقای ترامپ خیلی سختگیر و ایستاده و پای حرفش هست. یه طور دیگه هم جریان رو نگاه کنیم، آمریکا اصرار داره که مکانیزم ماشه رو فعال کرده، از فردا شب تحریم‌های سازمان ملل باید برگرده. آیا هیچ چشم‌اندازی وجود داره که اجماعی به وجود بیاد به نفع آمریکا؟ نه، و به نظر میاد که ما بعد از فردا شب وارد یک دوره رسمی سردرگمی خواهیم شد که اکثریت کشورهای شورای امنیت میگویند تحریمی برنگشته، آنچه که آمریکا کرده، پروسه‌ای که آمریکا فعال کرده به عنوان مکانیزم ماشه و وجاهت قانونی نداره، در نتیجه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. در مقابل آقای دولت آمریکا خواهد گفت که نه، ما تحریم‌ها برگشته، همه باید بهش احترام بذارن و ما در این فضایی که مشخص نیست خواهیم بود برای مدتی. از دبیرکل سازمان ملل سوال شد چند روز پیش که خب او یکی از کسانی است که باید کمیسیون‌های اجرای تحریم‌ها رو راه اندازی کنه، اگر بپذیره که دید آمریکا رو بپذیره که تحریم‌ها برگشت، و او گفت که از من نخواهید که اینجا تصمیم گیر بشم. در نتیجه نباید انتظار داشت که آقای گوترش هم بیاد اون کمیسیون‌های اجرای تحریم‌ها رو حتی راه اندازی کنه. به همین جهت اصلا مشخص نیست که بعد از شنبه ما وارد یه شرایطی باشیم که کشورها به اجماع نزدیک بشن. درست برعکس، مشخص است که هیچ این اختلافاتی که وجود داره هیچ چشم‌اندازی برای حلش وجود نداره در کوتاه مدت دست کم. سپاسگزارم بهمن کرباسی، خبرنگار ما از نیویورک. خانواده و آشنایان نوید افکاری و گروهی از اهالی روستای سنگر در استان فارس محل دفن او را در این روستا گلباران کردند. تصویرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد ده‌ها نفر در این مراسم شرکت کردند و شعار نوید قهرمان سر می‌دهند. نوید افکاری به اتهام شرکت در اعتراضات مرداد 97 در شیراز و همچنین اتهام قتل یک مأمور امنیتی دستگیر و به اعدام محکوم شد. اتهامی که او و خانواده‌اش رد کردند و گفتند اعتراف‌ها زیر شکنجه و تهدید گرفته شده. اما او شنبه‌ای که گذشت بدون اطلاع قبلی اعدام شد. در همین حال روز پنجشنبه جمعی از نزدیکان کشته شدگان پرواز 752 اوکراین محل سقوط این هواپیما را گلباران کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. در این تجمع هم یاد نوید افکاری گرامی داشته شد. هواپیمای مسافربری اوکراین بیش از 8 ماه پیش با شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. این بخشی از هر دو مراسم. مخالفت با روایت حکومت از آنچه که رخ داده. اجازه بدید با رضا علیجانی صحبت بکنیم، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما هستن. آقای علیجانی، شاهد سه گرد همایی بودیم، هم برای نوید افکاری، هم برای مصطفی صالحی، هم برای قربانیان هواپیمای اوکراینی. نقطه مشترک این سه گرد همایی این بود که شرکت کنندگان برای ابراز مخالفتشون با روایت حکومتی جمع شده بودن. شما چه برداشتی دارید از افزایش این تجمع ها؟ با سلام، تمامی این عکس العمل ها به مثابه یک هیئت منصفه ملی صدای وجدان جمعی رو بازتاب میده در محکوم کردن روایت رسمی و تبرئه امثال نوید افکاری. دهه 60 وقتی ما زندان میرفتیم، خانواده ها پنهان میکردن، دوستان و آشنایان پرهیز میکردن، ولی از دهه 70 به بعد خانواده ها افتخار میکردن، جامعه روی میآورد، نشون میداد یه اتفاقی در جامعه افتاده و اون اتفاق هم در سوی حکومت بود، هم در سوی مردم. یعنی حکومت لحظه به لحظه به دست اتاق فکرهای پیش میرفت کارش که
کوتاه فکرتر و کوتاه بینانه تر بودن، کوتوله های فکری بودن، میخواستن با همون فرهنگ دهه 60 با جامعه برخورد بکنن، و از طرف دیگه مردم مرتب آگاه تر میشدن، رسانه های جمعی، شبکه های اجتماعی، رسانه های پرتیراژ خارج از کشور، یک جنگ فرهنگی بین اکثریت مردم و اقلیت حاکم در جریان بود. ولی اتفاق متأخرتری که افتاده، اگر در ابتدای انقلاب حکومت جمهوری اسلامی حکومت اکثریت بر اقلیت بود و بعد به تدریج به حکومت اقلیت بر اکثریت تبدیل شد، حالا حتی اون اقلیت خودش رو هم نمیتونه توجیه بکنه. پایان این مسیر کجاست آقای علیجانی؟ جدیدی هستیم. پایان این مسیر کجاست؟ من فکر میکنم زر و زور حاکم بر ایران قدرت تزویرشون رو از دست دادن، نوعی فروپاشی درونی که مشروعیت قدرت رو مرتب به چالش میکشه، و این ریزش های درونی، ما الان دانشجویان عدالت خواه رو داریم از یک سو، یعنی هم ریزش سیاسی داریم هم ریزش فرهنگی، کلان روایت های حکومت در رابطه با حجاب اجباری، در رابطه با ضدیت و دشمنی با آمریکا، محروم ستایی و فساد ستیزی، همه این کلان روایت ها داره زیر سوال میره. فرا این پروسه اگر حکومت نخواهد تغییر بکنه، اگر کوته فکرها و کوتوله های اتاق فکرش بخوان همین مسیر رو ادامه بدن، به یک فروپاشی سیاسی و به یک خیزش عمومی منجر خواهد شد. سپاسگزارم رضا علیجانی که از پاریس با ما صحبت میکردم. به نیمه راه رسیدیم، نگاهی دوباره به سرخط خبرها از بی بی سی در لندن. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید وضعیت شیوع کرونا در برخی از استانها شبه انفجاری است. همطور که شنیدید، گروهی از اهالی روستای سنگر در استان فارس در هفتمین روز پس از اعدام نوید افکاری با برپایی مراسم مزار او را گلباران کردند. در ادامه این برنامه، جنگل‌ها از آمریکا تا آمازون، از تالاب‌های پانتانال تا زاگرس در ایران در آتش می‌سوزند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی درج نام مادر را کنار دیگر مشخصات فردی به قانون ثبت احوال این کشور اضافه کرده. سخنگوی ریاست جمهوری گفته بر اساس فرمان رئیس جمهوری بعد از این نام مادر به طور رسمی در تذکره ها یا شناسنامه ها درج خواهد شد. پیش از این در شناسنامه های صادر شده در افغانستان فقط نام پدر و پدر بزرگ درج می شد. زنان افغان در سالهای اخیر برای مبارزه با فرهنگ و سنت هایی که هویت زنان را نادیده میگیرد، کارزار نامم کجاست را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداختند که در نهایت منجر به مطرح شدن آن در پارلمان و فرمان ریاست جمهوری شد. اجازه بدید که صحبت بکنیم با حمیرا ثاقب، رئیس شبکه زنان در حکومتداری شهری از کابل. سلام بر شما خانم ثاقب، این پیروزی است برای شما؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان گرامی. یقیناً که یک دستور بسیار کلان است برای زنان افغانستان در جامعه شدید سنتی. خانم ثاقب، صدای من رو میشنوید؟ بله بله، من صدای شما رو دارم. بله. چقدر به مبارزه علیه سنت‌هایی که هویت زنان رو انکار میکرد، وجودشون رو انکار میکرد کمک میکنه؟ عنصر مبارزه در یک جامعه برای تغییر یک جامعه بسیار مهم است. زن افغانستان تصمیم گرفته که خودش دوباره تعریفی از هویت خودش را ایجاد بکنه، به نوعی باز تعریف بکنه هویت اجتماعی خودش. شما در افغانستان میبینین وقتی که زن متولد میشه، دختر فلانی است، وقتی که ازدواج میکنه زن فلانی است، و حتی وقتی که میمره در آگاهی ترهیمش نام از زن وجود نداره، و یا این همسر کسی است و یا مادر کسی است. شما در قوانین هم کاملا روحیه زن ستیزانه دارین، یعنی انکار میکنه از وجود حضور زنان به عنوان یکی از تهداب گذاران خانواده و پرورشنده نسل. این شرایط باعث شد که زن افغانستان به این فکر بفته که باز تعریف بکنه هویت اجتماعی خودش را، و کوشش کردیم که تغییر بیاریم در قوانینی که هست، و کمپاین تعدادی از دختران جوان
دختران جوانی که حق مدار و مطالبه محور بودند، اینها تلاش کردند که نام مادر در قانون ثبت احوال نفوذ شوا و در تذکره الکترونیکی نام مادر بیاید. خانم صاحب، درست در میانه مذاکره با طالبان هستیم. همین چند روز پیش یک از فرماندهان پیشین طالبان گفته بود که ثبت نام مادر در شناسنامه شرم و بی‌عزتی است. حالا مذاکراتی با طالبان در جریان است. آینده وضعیت زنان رو و برابری حقوق زن و مرد رو چطور می‌بینید در سایه آنچه که در دوحه در قطر داره اتفاق می‌افته؟ شما در چه شبکه‌های اجتماعی، چه در فضای جامعه افغانستان جنگ بین سنت و مدرنیته را شاهد هستید. شما می‌بینید که مردان و زنان بسیار زیادی در مقابل صحبتی که سید اکبر آقا کردن نوشتن، اعتراض کردن و تریبون ها را در اختیار گرفتن که افغانستان امروز افغانستان 20 سال پیش نیست. زن افغانستان امروز دیگه نمیشینه و تسلیم از این نمیشه که کسی دیگه به بر از او سرنوشتش تعیین بکنه و خیلی جدی برای احقاق حق خودش استادگی میشه. این پیام ها را ما از نداشتیم از درون قطر. شما گزارشگر خبرگزاری زنان افغانستان را وقتی که چک بکنین، یکی از بحثایی که پیشنی بود که ما برای اعاده حقوق زنان آمدیم. این یعنی یک چرخش بسیار زیادی نسبت به دوره اماراتی که در تاریخ افغانستان داشتن طالب ها. و این نشان میده که زنان و مردان آگاه افغانستان تلاش میکنن که بحث برابری افغانستان را در قانون اساسی همچنان نگه دارن و فصل دوم قانون اساسی که فصل اتباع است او را هم خیلی جدی مصر هستن که این را باید نگاه دارن و تعدیل نکنن. تشکر بسیار. همیرا ثاقب، رئیس شبکه زنان در حکومتداری شهری از کابل با ما. چند خبر دیگر. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که در جنوب غربی ایران گروهی از شهروندان این کشور در تلاشند برای شرکت در مراسم 40 به کربلا در عراق بروند. ماموران مرزی این افراد را متوقف کردند. به گفته منابع محلی این افراد اکثرا اهالی مناطق عرب نشین استان خوزستان هستند. پیشتر ایران و عراق اعلام کرده بودند که به دلیل شیوع ویروس کرونا مرز دو کشور برای مراسم 40 بسته خواهد بود. سازمان امنیت داخلی اسرائیل گفته دو زن فلسطینی به اتهام آنچه عضویت و فعالیت در گروه های تروریستی خوانده شده بازداشت کرده. این دو زن که یاسمین جابر و تسنیم قاضی نام دارند به اتهام فعالیت و عضوگیری برای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان دستگیر شدند. هنوز دادگاه این متهمان برگزار نشده. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره فیلتر شدن توییتر و شبکه‌های اجتماعی در ایران گفته همانها که فیلتر می‌کنند فیلتر شکن می‌فروشند. او همچنین در پاسخ به سوالی درباره خس و خاشاک نامیدن معترضان پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 گفته منظورش از خس و خاشاک کسانی بوده که شیشه که شکستند و اموال مردم را آتش زدند و نه معترضان. او همچنین بابت عملکردش در دوران 8 سال ریاست جمهوری خود گفته از اقداماتی که انجام داده راضی است و از هیچ تصمیمش پشیمان نیست. طوفان استوایی سالی با عبور از فلوریدا و آلاباما در آمریکا سیل را به ایالت‌های جورجیا و کارولینا برده. این طوفان با بارش کم سابقه باعث بالا آمدن سطح آب‌های جاری در ایالت‌های جورجیا و کارولینای جنوبی و شمالی خسارات فراوانی به بار آورده و زندگی را برای ده‌ها هزار نفر از ساکنان مناطق ساحلی مختل کرده. طوفان همچنین برق خانه بیش از 500,000 نفر را در آمریکا قطع کرده. آتش سوزی های گسترده‌ای که به بیش از 3 میلیون هکتار از اراضی 3 ایالت غربی آمریکا در کام خود فرو برده بالاخره رو به مهار شدن است، ولی وسعت بسیار وسیع‌تر آتش سوزی در جنگل های آمازون در برزیل و تالاب های این کشور که منطقه نزدیک به 10 برابر منطقه دچار حریق در کالیفرنیا را در بر می‌گیرد، فعالان محیط زیست و دانشمندان اقلیمی را به شدت نگران کرده، چون این مناطق دارای تنوع زیست در محیط هستند. اجازه بدید که گزارش همکارم سیاوش اردلان را ببینیم. وقتی یک ایستگاه آتش نشانی خود طعمه حریق می شود. آتش نشان ها 28 سال از اینجا به کار مهار آتش در کالیفرنیا مشغول بودند. اما امسال و این بار شدت و حدت آتش سوزی ها بی سابقه بود.
This is our fire station we built it 35 years ago. ما اینجا رو 35 سال پیش ساختیم. 28 سال داریم اینجا کار میکنیم. این قسمت قبلا غذاخوری ما بود. اینم اتاق جلسه بود. پس از هفته ها آتش سوزی در 3 ایالت کالیفرنیا، اورگان و واشنگتن، حالا با تلاش آتش نشانان و مقداری بارندگی، آتش رفته رفته فرو نشسته. ولی منطقه برابر وسعت کل استان کردستان ایران در آتش سوخت. و این صحنه‌های برجامانده از آتش یادآوری است از جنگل‌های تخریب شده و حداقل 34 جان باخته و هزاران بی خانمان. عامل اصلی شدت گرفتن آتش، آن هم آتش‌های زودرس، عواقب گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیم است. مسئله‌ای که مقامات محلی کالیفرنیا و همچنین دانشمندان و اقلیم شناسان مرتب یادآور می‌شوند. اما نحوه مدیریت جنگل‌ها توسط همین مقامات در طول سال‌های گذشته نیز زیر ضرب انتقاد است. اما ده‌ها هزار فرسخ دورتر به سمت جنوب قاره آمریکا، آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون از جنس دیگری است. نه تنها مدیریت دولت راستگرای برزیل مسئول این آتش‌سوزی هاست، بلکه سیاست‌های این دولت، دولت ژایر بولسونارو، در جهت تشویق به سوزاندن جنگل‌ها بوده. هدف این سیاست‌ها توسعه دامداری و کشاورزی است. سوداگران به قصد کشت خوراک دام و همینطور راه اندازی مراکز دامداری، مناطق ناب آمازون را به آتش می‌کشند. سال گذشته آتش‌سوزی‌های گسترده آمازون نگرانی جامعه بین‌الملل را برانگیخت. اما امسال مقیاس این آتش‌سوزی‌ها از پارسال هم بیشتر بوده و به تالاب‌های معروف پانتانال در جنوب آمازون هم کشیده شده. تالاب پانتانال خاستگاه یکی از غنی‌ترین تنوع زیستی در جهان است. آتش نشان‌ها می‌کوشند چند جانور را از میان هزاران گونه جانوری در خطر نجات دهند. وسعت آتش در تالاب‌های پانتانال به 225 هزار کیلومتر مربع می‌رسد. در مقیاس جغرافیایی ایران، یعنی وسعت استان‌های کرمان و خوزستان روی هم، امروز طبیعت افسانه‌ای برزیل را به خاک سیاه نشانده. جایر بولسونارو گفته است دنیا باید از او و دولتش به خاطر حفاظت از جنگل‌ها تشکر کند. او سازمان‌های غیر دولتی محیط زیستی را متهم کرد که عمدن جنگل‌ها را به آتش می‌کشند. 28 شهریور ماه 99 ارتفاعات کوه سفید لنده آتش‌سوزی. آتش‌سوزی‌های جنگلی در مقیاسی به مراتب کوچکتر ولی مخرب و ناشی از عوامل انسانی، همچنان نقاطی از ایران را نیز به کام آتش برده. آتش در دو منطقه لوداب و دمچنار در استان کوهگیلوی بویراحمد پس از چند روز حریق‌های گسترده بالاخره با کمک داوطلبان محلی خاموش شد. ولی آنسوتر اینجا در لنده آتش همچنان شعله ور است. داوطلبان محلی میگویند موفق شدند مقامات محلی را راضی به اعزام یک فروند بالگرد کنند. سیاوش اردلان، بی بی سی. سپاسگزارم از همراهی شما. تا لحظه دیگر با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.